سلام، سلام به شما عزیزان هر کجای ایران که هستید و هر کجای جهان و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم، همچنان از لندن در غروب جمعه لندن همراه شما خواهم بود و نگاهی خواهیم داشت به عرصه اقتصادی در ایران. اعدام دو تن به خاطر احتکار سکه، آیا این راه حل پایان دادن به بحران ارز و طلا در ایران است یا پوشش و دستاویزی برای حکومت و پوشش بر اقدامات توأم با فساد بسیار دیگر در حکومت، دستگاه قضایی حکومت و بقیه کارگزاران حکومت فقیه در ایران چه هدفی را از این اعدام ها دنبال کرده و میکنند؟ محمد جواد ظریف وزیر خارجه حکومت اعتراف کرده است که در ایران به طور گسترده فساد مالی وجود دارد و از پولشویی در ایران به طور گسترده سخن گفته است. چرا تا کنون محمد جواد ظریف در این زمینه سخن نگفته است؟ پرسش این است، این چه حکومتی است که تمامی کارگزاران آن از مخالفان وضعیت موجود هستند، از وزیر خارجه تا رئیس جمهوری فقیه تا خود رهبری جمهوری اسلامی که هر از چندگاهی شکوه می کند از نابسامانی امور تا بقیه مسئولان ریز و درشت حکومت. اعتصابات و تظاهرات و تجمعات اعتراضی در ایران، از آموزگاران ایران تا کارگران و کارکنان طرح نیشکر هفت‌تپه و صنایع فولاد اهواز و همچنین پیامدهای تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و آسیبی که از این بابت مردم ایران می‌بینند. به راستی چه کسی مسئولیت وضعیت موجود در روابط بحرانی آمریکا و ایران است؟ با من و شما هستند آقای علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان، که در استودیو مرکزی ایران فردا همراه هم خواهیم بود، و نیز آقای مهران براتی، استاد پیشین دانشگاه، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی در برلین آلمان، همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خب آقای نوریزاده، خوش اومدید به استودیو مرکزی ایران فردا. بسیار ممنونم، از باب افتخار بنده از شما. ویلکام تو لندن، اگرچه سفر کوتاهی است ولی امیدوارم همینجوری تکرار بشه و شما در استودیوی مرکزی در اینجا در خدمتتون باشیم. سلام میکنم به شما، به جناب براتی و بینندگان تفسیر خبر به ویژه در خانه بینندگان. احساس خوبی داره آدم وقتی در میان همکارانش هست اینجا با همه، به هر حال با همین دست خالی بذاریم بیرو در واسی بینندگان که غریب نیستن، روحیه بچه ها همه مشغول هستن. من که ممنونم از همشون، از تهیه کننده برنامه گرفته امین تا علی عزیز کارگردان فنی، که از صبح تا الان مشغول هستن، غروب هومن و بقیه عزیزانی که هستن. بسیار احساس رضای عزیز هست و قدرت از این مسئول تدارکات و و و بقیه کسانی که چندان به اصطلاح مستقیم با تولید نیستن. به اتفاق شما به برلین میریم و سلام به شما آقای براتی گرامی در برلین. درود به شما و درود به هموطنان رنج دیده و بلا دیدمون که در که روزها و ماهای پرمصیبتی رو پشت سر میگذارن و دچار گرفتاری‌هایی هستن که گویا رو به پایان نداره. آقای براتی این سخن رو دارن، اما درست برخلاف آقای براتی، مسئولان جمهوری اسلامی معتقدن که بسیار وضعیت خوبه، از سردار نقدی گرفته تا خود رهبری گرفته وضعیت بسیار عالیه، و از طرف دیگه بسیاری هم هستن که این وضعیت رو به پایان داره. آقای چالنگی، یک دولت خواه چندین انواع اقسام دولت رو داریم، دولت دموکرات، استبدادی، غیره، و
ولی دولت حقباز کمتر داشتیم. دولت حقباز که از مذهبم استفاده میکنه و روز روشن به مردم دروغ میگه، رهبرش میگه ایران آزادی که اینجا وجود داره در هیچ جای دنیا نیست، رئیس جمهوریش میگه اصلا مشکلی نیست، هیچ آمریکا هیچ غلطی نکرده و ما اصلا راحت راحتیم. اما روزانه 100 میلیون دلار تو بازار میریزن به ضرب این بازی قیمت دلار رو جلوشو بگیره. اما شما اینو فکر کنید، این یک علاج آسپرینیه، به سرعت قیمت دلار بالا خواهد رفت و مسئله تورمی که در ایران مشاهده میشه، دوستان میگفتن آقا شما صبح میرید یه شانه تخمق میخرید، ظهر میرید قیمت بالا رفته، شب که میرید دیگه وحشتناک. بنابراین دولتی عاجزه، به خاطر این دولت هیچ هماهنگی بین خودش نداره. رهبر علیه رئیس جمهور میزنه، رئیس جمهور علیه سپاه میزنه، آقای ظریف اومده راجع به همین پولشویی صحبت میکنه، شورای نگهبان لایحه رو رد میکنه، در مجلس میگن به بچه خوب شد لایحه رد شد و الا کاپیتالیسیون زنده شده بود. یک کشور به هم ریخته، هر کی با هر کی دشمنی داره در صحنه سیاست، به ضرر مردم این دشمنی رو آشکار میکنه. نه، اوضاع خیلی خطرناکه، خیلی بده. و از طرف دیگه همه این مسئولان هم اونطور که اشاره کردن مقدمه، یه جور اپوزیسیون هم هستن. بله، هر شنگایی مینالن که این وضعیت وضعیت نیست و باید این باشد و باشد، حتی رهبری جمهوری. بله. آقای براتی، اما خیلی ها بر این نظر هستن که این وضعیت به هر حال پایانی هم داره، یا به قول معروف خرابی چون که از حد بگذرد آباد میگردد، یه همچین نظراتی داره. تفسیر شما رو بشنویم. خب پایان این گرفتاری ها پایان حکومت باید باشه، و تا زمانی که ما وضعی رو که الان در ایران داریم که در حقیقت میگیم ما هیچ گونه نظام سیاسی نداریم، یک ملغمه ای از ملوک و توایفی داخلی جمهوری اسلامی به وجود آمده که هیچ نوع نظم و ترتیبی در امر کشورداری نیست. حتی شرایط الان طوری است که میتونیم با دوران ناصرالدین شاه قاجار مقایسه بکنیم. وضعی که ایران پیدا کرده هم از نظر سیاسی و جغرافیایی و اقتصادی، و این خب این وضع یه طرفش این هست که مردم از عوارض و عواقب این در هم ریختگی باید رنج ببرن، یه طرف دیگرش این هست که مردم مرتب در اعتراض و اعتصاب هستن، و این اعتراض و اعتصاب ها که به شکل هنوز میتونیم به شکل خشونتگریزی انجام میگیره و مردم با متانت و با صبر اعتراضشون نشون میدن، این همینطور ادامه پیدا نخواهد کرد. به یک جایی میرسه که دیگر شرایط برای مردم به اون اندازه قابل تحمل نباشه که بعد دیگه اعتراض مدنی نباشه. ما الان خب بسیار ممنون هستیم از معلمای کشورمون، سرمایه بزرگ اخلاقی هستن، ممنون هستیم از وکلای دادگستری که برای دفاع از موکلینشون در زندان ها نشستن، ممنون هستیم از کارگران در اعتصاب به ویژه که اقتدار بزرگی از خودشون نشون میدن در رو در رویی با این حکومت. همین امروز هم باز شعارهای اونها رو میشنیدیم که مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر، شعار امروز و دیروزشون بوده. خب اینها نشان از این داره است که ما در یک شرایط گذاری قرار داریم که این شرایط گذار باید به هر صورت به یک شکلی اونجا برسه که تبدیل به گذار از نظام بشه. این زمانش کی هست قابل پیشگویی از طرف من نیست، ولی فکر میکنم این زمان گذار از نظام نزدیکه. نزدیکه آقای نوشته. منم گمانم همینه. حالا انشاءالله میپردازیم بهش که چرا. بله حتما.
ببینید آقای چالنگی، رژیم جمهوری اسلامی از روز نخست، اینو یکی از دوستان بازرگان من میگفت، میگفت تصور کنید یک رومیزی روی این میز افتاده و این مافیا و این ارگانهای مثل سپاه و غیره پونس هایی هستند که این رومیزی رو به میز چسبوندن. هر چقدر مردم زور بزنن باد بره، تا زمانی که این پونزا صفت تو این میز فرو رفته، کندن این رومیزی کار مشکلی. ولی حالا ما، شما خودتون فرمودید که نظام اپوزیسیون خودش هم شده و این خیلی آشکاره. وقتی آقای دکتر صادقی در مجلس جد آباد اینا رو میگه، دیگه آدم وقت به یاد مجلس قبل از انقلاب میفته. یادتونه یه دفعه نماینده که ساواک انتخابش کرده بود علیه ساواک اعلام جرم میداد. منظورم اینه نظام در درون خودش از هم پاشیده است. آقای علی اکبر ولایتی، آدمی که در امریکا مثلا درس خونده، 15 سال وزیر خارجه بوده، برداشتش از تحریم ها اینه که مردم ایران مثل یمنی ها لنگ بپوشن، لابد یه قات هم توی دندونش بزن، منتها ایشون قاتش از جنس ماهانی اعلاس فرق میکنه، و اون وقت برن بجنگن با استکبار. و آقای ظریف میاد، این حرفای ظریف به نظرم خیلی قابل تحمل، راجبش انشاءالله فرصت میشه بحث میکنیم. و بعد وزرا، آقای آخوندی سالها وزیر حکومت‌های پیاپی جمهوری اسلامی بوده، به محض اینکه از کابینه میاد بیرون رازگشا میشه و اسرار فساد و دزدی و عجز و بیکفایتی دولت رو میریزه روی دایره. ولی دوباره بهش میگن برو تو، بله شهردارش میخوام بکنن صداشو ببردن. آخه این شغلای بعضی هم باجه، طرف هر چقدر آلوده تر باشه، چون آگاه از پس پرده، میدونه در این معامله‌ای که او معترضشه پسر حاج مقدم و پسر آقای ولایتی با هم شریکن، پس اینجا مجبورن بشه امتیاز بدن. ولی خب در شهرداری با یک امتیاز، در با یک رأی باخت. قرار زمینه وقتی آقای آخوندی میاد این حرفای میزنه، آدم هرسش میگیره که آقا تو توی سالا تو کابینه نشستی، تو توی دولت آقای روحانی که میگی دولت نالایق بیکفایت، تو خود اون تو بودی. اینه که نظام اون پونزا دونه دونه لغ شدن. الان یه باد که میاد آدم میبینه که این رومیزی داره تکون میخور. خیلی به زبان ساده میگم، من گمان میکنم نظام در بدترین شرایط وجودی خودشه. اینجاست که برمیگردیم به همت اپوزیسیون، به اینکه اپوزیسیون در داخل خارج چه نقشی میتونه داشته باشه. خب کارگرای نیشکر هفت تپه چند وقت اعتراض میکنن؟ ببینید اپوزیسیون چه کاری برای اینا کرده. یه نفر به من میگفت آقا معلمایی که الان اعتصاب میکنن بعضن واقعا به نان شبشون محتاجن. این ایرانیای ثروتمند خارج از کشور کاری داره برشون یه تعاونی درست کنن، اسم خودشون هم نباشه، به اینا کمک کنن. مردم مقاومت زمان شاه که همه برای 7-8 ماه پول داشتن، آقای خمینی 50 میلیون دلاری که از قذافی گرفت نصفش رو فرستاد داخل. ما اعتصاب مطبوعات اومدن آقای سفری گفتن نگران نباشین پولش هم میاد. یعنی معلوم بود همه چی پیش بینی شده بود. ولی الان خب، ولی این رومیزی رو که میگید، شاید لبخند منم دیده باشین، این رومیزی رو که میگید مسئولان حکومت، آدم مثلا یه سری مسئولایی مثل فیروز آبادی یادش میاد، پونز تقریبا خود میخ رو من میگم، میختویل است بیشتر یادم یاد میخ اونم رفت تا پونز. ادعای نوزده اشاره کرد به مجلس، آخرین مجلس پیش از انقلاب که نمایندگانی که ساواک تحمیل کرده بود یا انتخاب کرده بود یا هرچه که علیه حکومت حرف زدن و حتی بودن روزنامه نگارانی یا روزنامه نگاری که ساواک تحمیل کرد به سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران و بعد علیه مسئولان بلندپایه یا مسئولان رده بالای تلویزیون اعلام جرم کرد و بعد حتی گفته شد که کم و بیش این اعلام جرم هرچند نقش کمرنگی در اعدام آقای جعفریان داشت، معاون سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران، برای شرایط اوضاع به این سمت رفته بود. و ما فقط اپوزیسیون هست آقای، یا مخالفان، ما مخالفان به هر حال هر کدوم تشکلایی هستن، خود مردم
چرا آقای براتی همش چشم به دست بیرون داشتن؟ آیا از مردم کاری ساخته نیست برای بهبود زندگی خودشون، شرایط بهتری زندگی کردن، فرزندانشون در کنار، یا توجه به اوضاع مثلا کارگران، معلمان و بقیه؟ اتفاقا الان که جریان کاملا برعکسه، الان این اپوزیسیون خارج چشم به داخل و حرکات مردم داره، نه برعکس. اونها حرکتشون رو میکنن و حرکتشون هم کم نیست. شما از همون دی ماه 96 شروع بکنید، بیایید به جلو، میبینید اون یک جریانی بود که در عرض چند روز سراسری شد، ولی در اجزایش ادامه داره الان در اشکال گوناگون. و خب یه مثلا هست که ما برای اپوزیسیون سیاسی بودن یکی از الزاماتش این هست که نیروی در داخل باشه که حرف رهبری یک اپوزیسیونی رو بشنوه و بخواد بشنوه. ما برای اولین بار شاهد این هستیم که افراد درون نظام، شما گفتید تبدیل به اپوزیسیون شدن، یکی از علائم فروپاشی این هست که افراد درون نظام شروع کنند به اپوزیسیون شدن و مخالف شدن. علامت دیگرش این هست که با افراد اپوزیسیون بیان بشینن در مدیا شرکت کنن، همگویی کنن، گفتگو کنن، دیگر اون مسئله داخل و خارج و دشمن خودی و غیر خودی برای عده‌ای از اونها از میان رفته باشه. بعد نهادهای مدنی و صنفی شروع به حرکاتی بکنن که اشکالش بیشتر از فعالیت‌های صنفی و مدنی است و اعلامیه‌ها رو بدن که با اپوزیسیون خارجی از کشور و داخل کشور اینجا بیانیه‌های مشترکی بدن. شما اون بیانیه معروف 15 نفره که خواست رفراندوم مطرح کرده بودن، از اونجا لااقل 8 نفر از داخل کشور بودن، 7 نفر خارج. و خب حالا خانم نسرین ستوده زندانه، خانم نرگس محمدی زندانه، بعد آقای چوله سعدی که بعداً به زندان برده شدن، از اون 8 نفر 5 نفرشون الان در زندانه. خب ولی اونها نیومدن پس بگیرن این حرف رو. الان جریان معکوسه. ما میتونیم بگیم که امیدی اگر اپوزیسیون داره، این امید به حرکاتی است که در داخل کشور انجام میگیره. منتها یه بار دیگه هم در خدمتتون در همین برنامه گفتم که در 100 سال گذشته هر اتفاق بزرگ اجتماعی که این افتاده یک ارتباط بین‌المللی داشتی. آمدن و رفتن رضا شاه، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، کودتای 28 مرداد، هر شبت اصلاحات ارضی شاه، آمدن کندی، انقلاب 57، آمدن کارتر به مقام ریاست جمهوری، و الان هم جناب هر شبت که ترامپ رو در آمریکا داریم و عوارض سیاست هایی که او به وجود آورده تا جمهوری اسلامی به ناتوانی در پاسخگویی به اون چی که مطرح است و اصولا سیاست گذاری، تمام انتظارش به اتحادیه اروپا است که اتحادیه اروپا کمک کنه که اونا از این مرحله بیرون بیاد. پس ما میتونیم بگیم که وضع داخل اینطور است که الان حرکات اعتراضی داخل وجود داره، اپوزیسیون خارج کشور در شرایط تشکل و سازمانیابی است، و من دور نمیبینم اون زمانی رو که این دو هم بپیوندن و به ویژه احزاب سیاسی داخل کشور. من میتونم بگیم شما بیانیه جبهه ملی رو، درخواست انتخابات آزاد و هر چه بعد مجلس مؤسسان دیدی. خب این جبهه الان حتی اجازه نداره، حق نداره جلسه شورای مرکزیش رو بذاره. باید اطلاعات نظام اجازه بدن که 10 نفر 15 نفر یه جا حق داشته باشن بنشینن. در یه همچین شرایطی جریان سیاسی عمل میکنن و من اینها نشانهای امیدانگیزی است برای من. بله، همونطور که آقای براتی اشاره کردن، اوضاع بین المللی اثرگذار بوده در مورد ایران، در بسیاری کشورها همینطوره. صدومین سال جنگ اول رو برگزار کرده بودن مراسمی ویژه که میدونیم حتی دولت آلمان پیش از جنگ
تونست لنین رو به نحوی از انها به روسیه اون زمان برگردونه و در روی کار آوردن لنین، به هر حال دولت آلمان که درگیر مسائل مشکلات مقدمات جنگ بود با روسیه، به هر حال لنین رو به قدرت رسوند و حزب کمونیست روسیه رو، که داستان مفصلی است. گفتگو میکنیم با آقای علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان، در همین کشوری که من در غروب جمعه‌اش همراه شما هستیم به اتفاق آقای نوری‌زاده و آقای مهران براتی، تحلیلگر و پژوهشگر سیاسی و استاد پیشین دانشگاه. تا لحظاتی دیگر ادامه دو تن به عنوان سلاطین سکه، این راه حل مسائل ایران است، مسائل اقتصادی ایران، آنچه که محمد جواد ظریف گفت و پیامدهای تحریم علیه برنامه هسته‌ای حکومت دینی ایران. تا لحظاتی دیگر. آقای نوری‌زاده، این دو نفر که اعدام شدن، مسئله اقتصادی ایران، گرونی ارز و طلا و اینها، به این دو نفر وابسته بود؟ جناب چالنگی، شما لابد ملاحظه فرمودید که اون جوانی به نام مجید که ناچار به فرار از ایران شده بود، یکی از خریداران بزرگ سکه، همین جایی که شما نشستید در این برنامه شرح داد که چطور یه سرهنگ سپاه در بیمارستان بقیت الله اعظم صداش زد، قرارداد داشت برای اونجا تجهیزات میذاشت، گفت دلار گرون شده تو چیزی گیرت نمیاد، بیا این پولو بگی برو 4000 سکه بخر. گفت من چجوری؟ گفت اونجا مراقبن. امضا کرد و نامه ای داد، من بردم اونجا 8 میلیارد تومان دادم 4000 سکه گرفتم. بعد اومدم گفتم حالا چیکارش کنم؟ گفت تو خونت نگردو. یه ما بعد اومد گفت سکه ها رو بیار، بردم دادم. دو هفته بعد حسابداری بیمارستان بقیت الله اعظم نامه داد، تشریف بیارید اینجا حساباتون مشکل داره. رفتم گفتن این 8 میلیارد چیه گرفتی؟ گفتم من نگرفتم. گفت یعنی چی تو نگرفتی؟ گفتم آقا سرنگ تنها اینو به من داد برم سکه برم. کدوم سکه؟ 4000 سکه خریدم، کجا دادم بهشون؟ ایشون که در رفته. خب این جوون خودش، همسر دندانپزشکش، زندگیشون نابود شد برای اینکه یه سرهنگ سپاه 4000 سکه ورداره. قبلا هم کارا رو کرده تو کانادا، نیوزیلند، استرالیا، تو هر خراب شده ای، حالا هم که مالتا و مجارستان رو هم میفروشن ملیت. آنهایی که خریداران اصلی سکه هستن اینا نیستن که این جلو بودن. اونی که 20000 سکه رو در یه روز خرید، این بیچاره ای نبود که سرش بالای دار رفت. شما یادتونه آقای چالنگی، مرحوم فاضل خداداد که ما برادرش هم میشناختیم، خودش مرد محترم که تو لس آنجلس بزرگترین مزرعه میوه ایرانی رو درست کرد و گل ایران رو، ایشون گول آقای رفیق دوست رو خورد به خاطر اینکه از قبل از انقلاب با هم آشنایی داشتن، اینا تاجر گل و میوه‌جات و غیره با هم. پاشد رفیق رو وارد چند بیزینسش کردن، بعد گفتن بریم از بانک قرض بگیریم. اون زمان رفتن 150 میلیون میلیارد بگیرن، گفتن یه امضای آقای رفیق دوست بزرگم باشه کافیه. آقای رفیق دوست امضا کرد، وامو گرفتن. اخوی ایشون وامو برداشت، برد خونه خرید، زمین خرید، بیزنس کرد، کارهای دیگه کرد. فاضل خداداد اعدام شد و اصلا اجازه ندادن حبس. آقای مهافرید امیرخسرو، ایشون 10 میلیون یورو از پول خودش برد تو ایران، بیزنس ایجاد، 17000 شغل ایجاد کرد. واقعا کارآفرین واقعی اون بود. درست. گرفتن اعدامش کردن. اصلا این تلسیج که درست کرد در شمال باشگاه ورزشی، 17000 فرصت شغل در ایران ایجاد کرد، کشتنش. و حالا این دوتا، صبر کنین کم کم خبرش میاد بیرون که کسی که سکه رو خریده داده دست اینا نگردارن یا برنامه بذارن. آقازاده آقای ولایتی بوده مثلا،
آقازاده آقای حاج علی مقدم بود. خود ایشون یکی از این دو شخص گفته که قبل از اعدام که من مورد اعتماد بانک مرکزی بودم. خب همین رو درست میگم بهتون. خودشون بهشون میگفتن بریم بخلیم بیارین. بعد میشه اون وقت قربانی بیچاره میگیرن اینا رو میکشن. هدف چیه؟ ایجاد رعب تو جامعه، اینی که ما قدرت داریم، ما داریم با فساد مبارزه میکنیم. آیا فاسد اینه یا رستم قاسمی که 2 میلیارد رو میدوزه آقای خامنه ای جایزه بهش میکنه، مسئول روابط تجارتی مرزی ایران و عراق و سوریه. 2 میلیارد دوزیده پول نفت دلار. 2 میلیارد دلار دوزیده سردار رستم قاسمی وزیر نفت احمدی نژاد. و نمونه های بسیار از اینجا، نمونه های بسیار که من واقعا برای این دوتا متاثر شدم. این کلمه سردارم چه سرنوشتی پیدا کرد. یه زمانی به ستارخان میگفتن سردار ملی، الان به واقعا محسن رضایی میگن سردار. سردار نقدی واقعا اسباب تاثیر غم انگیزه. کلمات هم به نحوی حالا واقعا شهید شدن. در تفسیر شما رو میشنویم آقای بلاتی. هر کس که به خصوص اینها، این دو نفری که کشته شدن، اعدام شدن، اینها رازهایی برای فاش کردن داشتن. همین آقای مظلومی 3 بار 3-4 بار دستگیر شده. سال 1371 دستگیر شد و همین جرم هایی که همینجا مطرح شده و بعد از مدتی آزاد شد. در سال 91 ایشون به گفته خودشون قرار بوده دستگیر بشن، فرار کردن و در مرز موقع فرار دستگیرشون کردن آوردن، ولی در همین زمان تبدیل به معتمد بانک میشه، بانک مرکزی، در رابطه با خرید و فروش ارز. در دادگاه هم گفته شده که ایشون هیچ زمانی مجوز خرید و فروش ارز و یا سکه طلا نداشت، ولی سال 91 ایشون رسما از طرف بانک مرکزی مأمور میشه برای کنترل قیمت دلار و طلا سکه به صلاح وارد عمل بشه از طریق ارتباطاتی که داشته. خب ایشون خودش میگه که ما کسانی بودیم که وقتی که میگفتیم مثلا امروز دلار چه میدونم 500 تومان گرانتره، همین 500 تومان گرانتر میشد. نه به این دلیل که ایشون گفتن، بلکه به علل ارتباطات و رد و بدل هایی که قبلا انجام گرفته بود و ایشون سخنگوی اون چیزی شد که خود به خود عمل گرفته بود، عمل شده بود. خب گفته میشه ایشون 9 تن طلا در سال از کشور به صورت سکه خارج میکرد. یه همچین مسئله برای کسی که اصلا مجوز خرید و فروش نداشته، مجوز ارز نداشته، بعد هم علاوه بر این گفته میشه که ایشون از طریق 290 حساب که مربوط به خودش نبوده، 40 حساب مرکزی بوده که این 40,000 استفاده میکردن از 290 حساب دیگری برای رد و بدل کردن به اصطلاح این پولها. خب یه مملکتی که درش یه نفر بدون که خودش حساب داشته باشه بتونه میلیاردها در روز، ایشون خودش میگه 30 میلیون دلار در روز من رد و بدل میکردم، این کار رو انجام بده، 30 میلیون دلار در روز کار یک نفر نیست به دست خودش. الان هم کسانی که از آقای نوریزاده اشاره کردن بهش، کسانی که حامل اصلی این ارتباطات و این دزدی ها بودن در خطر، در این شرایطی که مملکت در شرایط ورشکستگی است، خب خیلی ها دنبال این میگردن که گناهکارانی پیدا بکنن. ایشون رو پیدا کردن و قبل از این که بتونه رازهای نگو رو بگن اعدامش کرد. شما فاجعه سعید امامی رو میشناختی در اون زمان در رابطه با قتل‌های زنجیره‌ای. ایشون رو گفتن که به اصطلاح مواد فلان خورده در زندان و کشته. ایشون هم رازهایی داشتن در این مورد برای گفتن. بنابراین رفتن این دو نفر، اعدام خیلی عجولانه این دو نفر و دادگاه عجیب غریبی که برایشون ترتیب داده بودن، خب خیلی به نظر میاد که واقعا در این قسمت هم نظام در فساد درونیش به جایی رسیده
که باید قاعدتاً آخر کار باشه، به این معنا که معمولاً وقتی نظامی به پایان کارش نزدیک میشه دزدی‌ها صد برابر میشن، همه بیرون بردن ثروت ملی به خارج از کشور رو در مسابقه با هم انجام میدن و این الان انجام گرفته. و من هم فکر میکنم جدا از این که این افراد حالا چقدر پول خودشون در آوردن چه کار کردن، در این نوع قتل و این نوع اعدام هایی که انجام میشه من هم متاسف هستم برای خانواده هر دوشون. صحبت قتل های زنجیری شد آقای براتی، عکسی که روی کتابخونه شما هست از اینجا من فکر میکنم عکس مرحوم مختاری هست، روانشاه مختاری. این عکسیست که شبیه این عکسیست که یک نقاش بزرگ ایرانی آقای اکبر بهکلام هست و اون هم یه پورتره هست از دوستی در ایران. بله، کسی که تکیه داده به دستش چون عکس محمد مختاری به همین شکل. بله، اگر شبیه نکنم. بله، میفهم. خب آقای نوری‌زاده، ببینید یه کار من و شما و همکاران روزنامه‌نگار دیگه بوده، گزارش‌دهی. بله. الان مدت هاست مسئولان جمهوری اسلامی کار روزنامه‌نگاری میکنه. یعنی اینکه خانم ابتکار میاد یه اهواز اینطوره و به این علت اینطوره، بیماری هایی که به وجود میاد اون زمانی که این مسئول و بقیه. بله. الان هم آقای ظریف آمده وزیر خارجه، دیگه من و شما نیستیم یا آقای براتی بگیم. بله. میگه سیستم پولشویی، یعنی پولشویی هست و این هست و اون هست و اینها، همین تموم میشه میره دیگه. باید من واقعا میگم آقای خامنه ای وقتی شب این روزنامه رو به دستش بدن و ملاحظه بکنه واقعا باید عمامه رو میزد زمین، سر رو به دیوار میزد. ولی چیکار میکنه؟ به حسین شریعت مداری، بازجوی همیشگی وزارت اطلاعات و مدیر کیهان نمایندهشون، میگه فردا به ظریف حمله کن بگو تو رو این غلطا نیومده، و تو مجلس هم چهار نفر رو میندازن علیه ظریف. ولی ظریف چی میگه؟ ظریف واقعیتی رو میگه که برای مردم ما آشکاره، ولی از زبان وزیر امور خارجه که بعد از رئیس جمهوری اول مقام کابینه رو داره بسیار مهم. ایشون میگه که کل بودجه وزارت خارجه با همه چیز 1000 میلیارد تومنه، ولی در همین جا سازمان‌هایی هستن به اسم فرهنگی، به اسم فرهنگی که با وابستگی به بعضی جاها 5 برابر بودجه وزارت خارجه رو دارن. یه موردش که ایشون اسم نمیاره ولی معلومه کجاست، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی است. این سازمان که یکی از 100 شغل علی محمد تسخیری بود وقتی اینجا رو درست کردن، حالا 10 تا رئیس دیگه عوض کرد تا امروز. این سازمان کارش اینه که برای رایزنی های فرهنگی ایران در خارج آدم انتخاب بکنه، وزیر خارجه برای اینا از اون کشور ویزا بگیره و به عنوان دیپلمات اینا رو بفرسته اونجا. شما کافیست یکی از این مراکز فرهنگی رو بذارید جلوتون نگاه کنید. حجت الاسلام شمالی، نماینده وقوع معظم رهبری و رئیس مرکز اسلامی لندن. وقت نگاه میکنید ببینید 30-40 نفر ایشون رو ورده اونجا. قبلی عراقی، آیت الله عراقی که الان رئیس مجمع مذاهب اسلامیه، بله، که ایشون قبلا اینجا بود و مجمع تقریب رو الان ایشون رئیسش. ایشون برای بچه 7 ماهش در لندن خونه خریده بود، بچه 7 ماهه. خب شاید پسره. هر چی فامیل تو عراق داشت اوورده بود اینجا با حقوقای 2000-3000-4000 پوندی در این مرکز اینجا خدمت میکردن. و ایشون روزی که از اینجا رفت به ایران انقدر ما داد زدیم، مدرک چاپ کردیم، رو کردیم، سرانجام آقای خامنه ای بردش. همیشه من فکر میکنم اینو خلع لباس میکنن به عنوان دزد، حالا سوار خر قبلا میکردن، ایشون سوار فولکس میچرخونن. ولی شد عضو مجلس خبرگان، عضو مجلس خبرگان مثل همین وزیر راهتر. و نمونه آقای چالنگ، ببینید ظریف میگه مقاماتی دارن پولشویی میکنن که طبیعتاً از این اتفاق گفته ناراحتن که یه خود اسکروتینی کرد، یه خود
تحقیق دارن میکنن، هم که آقای براتی گفت بعضی ها ناراحتن از این مسئله توی هر جمعه کشور، دو تا آدم بیچاره رو که برای خودشون کار میکنن میکشن و بعدم فهم میکنن قائل خابیده. نه، وقتی وزیر خارجه جمهوری اسلامی این حرفا رو در یک مصاحبه علنی در تلویزیون عنوان میکنه، اوضاع رژیم خیلی خرابه. ولی یه نکته های نورزاده قبل از که بریم برلین، آقای براتی این پرسش هم دارم ازشون، یه نکته هست، همون داستان عبید هست که گفت دزدی جای رو دزدیده بود دنبالش میرفتن و اونم آیدوز که من یادم هست همون سال اول در همین جا دولت اول روحانی که اومده بود صحبت این بود، شما اشاره هم کردید اتفاقا به مدارک و اسنادی که همین آقای ظریف خودش جدای از پولشویی هست، آیا پولهای درآمدهای ایران در آمریکا که اجازه خروج از آمریکا نداشت، این درآمدها بنیاد علوی در زمان مسئولیت ایشون در سازمان ملل متحد آیا دور از دسترس ظریف بوده؟ بدون شک شرکتایی که گفته میشه ظریف سرمایه گذاری کرده با اون پولها، بدون شک نه. یه موردی که خیلی آشکار و روشنه، همین بنیاد علوی که در اونجا بوده، کسانی از بورس ها و کمک های این بنیاد بهره می بردن که در حلقه آقای خرازی و بعد حلقه آقای ظریف بودن و اینا کسانی هستند که حالا بعضن هم ماها فکر می کردیم یه وقتی که مخالف رژیم هن. ولی بهره می برن، یا اون خانواده قزاوینه در اونجا که پنج تا حسینیه دارن و مسجد و اینا هم میخوردن اونجا، بعد تو کاخ سفید هم میرن. خیلی جالب، آقای اوباما افطاری میده، رئیس قزاوینه داره اونجا لقمه میزنه. و متاسفانه درست من به یاد میارم وقتی بنیاد پهلوی رو درست کردن، خود ما که دانشجو بودیم و اینا چه حرفایی میزدیم در حالی که بنیاد پهلوی بورس میداد به دانشجوهایی که داشتن تو امریکا درس میخوندن. حالا دولت امریکا مصادرهش کرد، گرفت صدها میلیون دلار پول مردم ایران، بیت المال ما رفت با یه امضای آقای شریف امامی که انتقال داد به این. شما خاطرتون هست موقعی که انقلاب شد ایران دو ویولون استرادیواریوس داشت که برای کوک کردن، کوک این استرادیواریوس گرون بود، حدود بالای یک میلیون دلار بود اون موقع، برده بودن در نیویورک بود و آقای مشایخی مسئول دفتر رادیو تلویزیون ملی ایران اون موقع و باید آقای قطبی موافقت میکرد، یعنی اگر قرار بود میتونستن بردارن و ندن، گفتن نه این اموال عمومی مردم ایرانه باید به ایران برگرده. بعدها همین ویولون ها آورده شد توسط مسئولان جمهوری اسلامی و دلالانی که داشتن، الان در ویرجینیا هست یکی از این دلال، و فروختن به سود مسئولان حکومت. قطبی بود آخه؟ بله، مهندس قطبی بود که از هیچ اون تلویزیون رو ساخت که بنده و شما افتخار همکاری داشتیم به عنوان دو جوانی که پروبالم باز شده بود و هر کاری میتونستیم بود. فامیلش ملکه مملکت و به هر حال تحصیلات عالی، ولی در مدیر درجه یک، مدیر درجه یک و در واشنگتن منزلی که من نمیدونم بگم. بله واقعا یک خانه کوچک محترم خوب کوچک در اونجا و با تدریس در دانشگاه امور زندگی رو گذرون. رئیس بانکی که 3 میلیارد میدوزه تو کانادا فقط خونش رو باید یه روز طول و عرضش رو وجب کرد. آقای بله کاملا. و در همون واشنگتن و مریلند و ویرجینیا چه خبرهایی هست که بمانند و دیدید شما از دور شنیدید و عکس ها و فیلم هایی که هست. آقای براتی از شما میپرسیم، این حرف آقای ظریف رو من نگران این هستم واقعا که فردایی پس فردا اینطوری که پیش میره آقای زنگنه میناله که مثلا این مقدار 3 میلیارد 4 میلیارد گرفتن و هیچ کاری نکردن، اسم این چیه؟ ظریف اینا رو میگه و بقیه دارن میگن فردا من و شما و آقای نورزاده مسئول پولشویی شناخته بشه. این رو شما چطوری ارزیابی میکنید؟ من که قاتل فرازاد کردم. خب بله دیگه، کم کم دیگه اینجا ها ممکنه ما برسون. بفرمایید.
آقای ظریف به عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی انجام وظیفه میکنه، یعنی میخواد وظیفهش رو به بهترین وجه انجام. یکی از اتهاماتی که آمریکا و کشورهای دیگر به جمهوری میزنن این هست که حمایت از تروریسم میکنه از طریق حمایت‌های از جمله حمایت‌های مالی و پولشویی. خب یه وزیر خارجه وظیفش هست اگر میخواد در صحنه بین المللی نماینده کشورش باشه و به این اتهامات پاسخگو بشه، این است که به هر صورت قانون به اصطلاح جلوگیری از پولشویی در مجلس کشورش به تصویب برسه. ولی خب میدونیم که به هر صورت این مجلس هم که چیزی تصویب کرد رفت و در شورای نگهبان و بعد تشخیص مصلحت و اونجا یعنی هیچ شد. خب الان دیگه نمیتونه ایشون با دست خالی بره کجا چه حرفی بزنه، بگه که ما با از تروریست حمایت نمی کنیم، ما به اونا حمایت مالی نمیدیم، یا از ایشون مدرک خواستن. خب یک مدرک کاملا مشهود این که در سال 25 میلیارد دلار قاچاق کالای قاچاقی وارد ایران میشه. خب این کالا وقتی فروش میره در ایران پولش تبدیل به پول پاک میشه و تبدیل به سکه و ارز میشه، بر میگرده به همون جایی که آمده. خب این دیگه پولشویی چجوری میخواد استناد بکنه؟ کاملا مشهوده. حالا یکی از نشانهاش از برده شده، ده ها نشانه های دیگر هم هست. بنابراین مسئله نظام مسئله بیمدیریتی است. معمولا یه حکومتی هم که حتی همچی کارایی بکنه اینقدر ناشیانه انجام کار نمی کنه، بیاد یه همچین قوانه در مجلس تصویب نکنه، اینا رو تصویب میکنه و بعد کار دیگر میکنن. ولی اینا حتی عقلشون به اونجا هم نمیرسه، فکر میکنن که دارن با دنیا در میفتن، در حالی که مسئله در حقیقت همین خواست پولشویی کسان افراد برجسته درون نظامه. چون میخوان جلو پولشویی خودشون گرفته نشه مخالفت میکنن و ظریف حق داره در این مورد. حال ایشون وزیر خارجه مطلوب ما نیست، برای نظام مطلوب ما نیست، ولی به عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی سعی میکنه انجام وظیفه کنه که امکان بهش نمیدن، حتی ممکنه فردا استیضاحش کنن، پس فردا دستگیرش کنن و محاکمش کنن. خب آقای براتی خیلی کوتاه بفرمایید که پس از حرف شما میشه این استنباط کرد برداشت که آقای ظریف عملا تأیید میکنن که جمهوری اسلامی با پولشویی از تروریسم حمایت میکنه؟ بله 100%. ایشون که مثال هاشون گفتم وقتی کسی اتهام مورد اتهام رو در دنیا میدونه چی هست و مسئله شویی به کجا مربوطه، خب وقتی که ایشون مخالفت میکنه من غیر مستقیم میگه بله دیگه این کار رو نباید بکنیم، دیگه نباید بکنیم لااقل. خب آقای نوری‌زاده تحریم ها بخشیش هم متوجه همین موضوع هست. بله. عملا وزیر خارجه حکومت ایران به گفته کارشناس سیاست بین الملل مدرس استاد این رشته استنباط ایشون این هست. طبعا مسئولان دولت آمریکا رو آیا میشه استنباط غیر از این داشته باشن؟ ببینید نظام پیچیده مالی که جمهوری اسلامی در ارتباط با سازمانهای تروریستی به کار میبره مدت هاست مثل دیگی که از بالا بیفته صداش همه عالم رو پر کرده. در همون سفری که در خدمتون من آمده بودم امریکا توی جلسه با چند نفر صحبت میکردیم تمام ارقام جزئی رم داشتن، یعنی مثلا جمهوری اسلامی توسط آقای فتحعلی سفیرش در لبنان و هیئتی که از ایران اومده بود 150 میلیون دلار داده بود حسن نصرالله که این پول رو توضیح کنه بین حماس و جهاد اسلامی برای اینکه آشوب را بندازن. تمام جزئیات رو داشتن، در چه تاریخ اومده، کجا رفته، چه. بنابراین نظام عالمی یا نظام جهانی خبر داره چقدر جمهوری اسلامی داره پول میده. اینه که آقای خامنه ای سعی کرد دور بزنه این پول ها از یه جاهای دیگه بیاد. یه شرکتی در مالزی که تجارت میوه مثلا میکرد
اون شرکت مالزی پول رو میفرسته ونزوئلا، از ونزوئلا میره پاراگوآ، از پاراگوآ میره به حزب الله. این رو هم پیدا کردن. بنابراین جمهوری اسلامی چاره ای جز این نداره که بیاد و مصوبه ای رو که مجلس هم تایید کرده بیاد و قبول بکنه، وگرنه همونطور که آقای براتی هم گفتن این آشکاره حکایت از این که بله ما داریم به تروریستا پول میدیم و نمیتونیم متوقف کنیم، چون ماها نظام پیچیده ای هستیم که حسن نصرالله برامون بسیار با ارزش تره. مهدی چیز گفت که طائب که گفت سوریه هزار بار از خوزستان برای ما مهمتره. رژیم جمهوری اسلامی قبلش کربلاست. چه بازی در آوردن، 2 میلیون ایرانی رو بردن، اون همه بهشون توهین شد، از تو سوراخ دیوار بهشون پول میدادن دیگه، تو که چی؟ که بگم ما 2 میلیون نفر رو 40 بردیم کربلا. اینا قبلشون کربلاست، اصلا اسلام رو کاری ندارن، اسلام رفته شده ابوالفضل، دو طفلان مسلم اسلام ایناست. بنابراین با این همچین نظامی، مثلا فکر کنید ابو اسرائیل که در عراق آدم میخوره ماه 5000 دلار حقوق داره، و نمونهای دیگه اصحاب اهل حق همینجوری حزب الله عراق، و در کشور در یمن حوثی ها چه هزینه‌ای برای ملت ایران درست کردن. واقعا یک کاش آقای ولایتی میرفت میشد وزیر خارجه حوثی ها لنگو میبست و همونجا هم زندگی میکرد، برای مردم ایران توصیه نمیکرد. نه آقای چالنگی، دنیا همه دیگه فهمیدن دیگه، بازی های گذشته تکرار نمیشه. آقای براتی، ولی حکومت ایران میگه مثلا بادر ماینهوف، گروه بادر ماینهوف در آلمان خودشون هدفهای دیگه رو اعلام میکردن، ولی خب حکومت آلمان، حکومت وقت آلمان اونا رو تروریست میشناخت، یا ارتش سرخ ژاپن یا بقیه جاها. حکومت ایران هم همینو میگه، میگه اینا نه تروریست نیستن، حزب الله اینا، ما وظیفه شرعی داریم، اینا پول میدیم و بقیه مسائل. این رو در عرصه بین المللی چطور، یعنی چطور حق رو به طرف دیگه ای میدن، مثل آمریکا که اون گروه ها رو حماس و بقیه رو تروریسم میدونن، چه به اصطلاح مستمسکی دارن؟ خب ببینید، این مسئله تروریست بودن حزب الله لبنان و یا عرشبت که فلسطینی ها یک ماجرای غم انگیز دیگری است. ببینید، حزب الله لبنان به عنوان جریان تروریستی درست نشد، یه جریان اسلامی ملی بود در لبنان، پیدا شد در یک زمانی که تضییقات در مورد گروه به اصطلاح مسلمانان اونجا زیاد بود، و بعدم مسئله ماجرای فلسطین پیش آمد و فرار عده بسیار کثیری از فلسطینی ها و مقیم شدنشون در لبنان و تبدیل شدنشون به یک پایه اصلی سیاسی درون یک کشوری که اینها رو به عنوان شهروند نمیپذیرفت ولی وجود داشتن اونجا به عنوان یک پایه سیاسی. این در مورد به اصطلاح مسئله تروریست در این رابطه مطرح است که دنبال راه حل سیاسی نیستن. اون چی هم که مربوط به فلسطین، جنبش آزادی بخش فلسطین و حتی هم میشه این هست که عرفات رو میگن کشتن، به هر صورت عرفات کسی بود که دنبال راه حل سیاسی بود، و چون دنبال راه حل سیاسی نیستن و دنبال یک ایدئولوژی زدگی هستن که حالا انقلاب اسلامی ایران و جمهوری اسلامی هم به کمکشون اومده، میگن جمهوری اسلامی سالی 1 میلیارد دلار خرج به حزب الله لبنان و حماس و جهاد اسلامی و اینها میکنه. خب در این چون شرایطی کسانی که علاقه دارن هیچ وقت رابطه با اسرائیل، مشکل با اسرائیل حل نشه و از همین جوری ادامه داشته باشه که اونها بتونن قناعم خودشون رو داشته باشند و حفظ کنن هست، و اینا هیچ وقت هم نمیذارن بار به صلح بکشه. اینها مسائلی هستن که ما در رابطه با تروریست اینا بس همه رو در یه مجموعه ببینیم. حزب الله لبنان به عنوان گروه تروریستی درست نشد، مشکل از جای دیگه آغاز شد،
اشتباهاتی در سطح بین المللی، اشتباهات آمریکا، اشتباهات اعراب و اشتباهات دیگر کشورها در حل مشکل کار به اونجا رسوند که الان ما در رابطه با دو حرکت بسیار قوی در دنیای عربی صحبت از تروریسم بکنیم. خب آقای نوری جان، من مطمئنم اون ویدئوی رو گزارش تصویری که میخوایم نشون بدیم قطعا دیدید، احتمالا در برنامه پنجره رو به خانه پدری هم پخش کردید، اما نظر شما رو میخوام در تفسیر خبر با هم ببینیم راه حل این که بالاخره بحران میون ایران و آمریکا حل بشه، پیشنهاد و شروطی که از طرف حکومت ایران یکی از سخنگویان برجسته حکومت اعلام کرده برای بینندگانی که احتمالا ندیدن، با هم ببینیم. شرط های جمهوری اسلامی رو باید گفتمان کنیم، باید روشن کنیم که اونا چی میخوان از ما پای میز مذاکره، ما چی میخوان. ما زمانی میتونیم بگیم پای میز مذاکره بردیم که اینا محقق باشه. یک، آمریکا تمام وبسایت های پرنش رو ببند. دو، باید حجاب رو به رسمیت بشناسید، بپذیرید حجاب بزنید. سه، باید وال استریت رو به عنوان مرکز ربای جهانی ببندید، اقتصاد ربوی رو باید بذارید کنار. چهار، اسرائیل بساتش رو از اینجا جمع کنید ببرید. آمریکا باید بپذیر مسلمان بشه. از من به شما نصیحت، تا اینا رو به دین خودتون در نیاوردید دست سرشون برمید. آمریکا اگر ما نریم زیر دو خم این که آمریکایی‌ها رو به دین خودمون در بیاریم، شیعه 12 امامیشون کنیم، آمریکایی‌ها رو ما رو به دین خودشون در میارن، ما رو رباخار و فاسد و سبک زندگی آمریکایی میکنن. این اصل قضیه. تا کل جهان رو به دین خودتون در نیاوردید نمیتونید از پا بشینید. ازتون عذر نمیخوام. آقای نوروزتون، این دو دقیقه کافی نیست، احتیاج به سمینارها و سخنان مجالسی داره، ولی نظر شما رو میشنم درباره سخنان این استاد دانشگاه سخنگو تئوریسین هر چی که هست. آقای عباسی از این حرفا زیاد زد، ولی این موردش نیاز به روان درمانی اساسی داره. من معتقدم ایشون رو باید منتقل کرد تیمارستان، چون حرفای عجیب میزنه. میگه آمریکا باید دست از ربا برداره. امروز کشور جمهوری اسلامی رباخوارترین نظام بانکی دنیا رو داره، 26% سود داره میده، کجا امریکا هم چی کاری میکنه؟ بعد ایشون میگه امریکا باید حجاب بیاره. در امریکا حجاب آزاد، هر کی میخواد. این در رسمیت بشناسه، مسلمان ها رو هیچکی به زور، خانم نماینده مجلس تو امریکا مسلمان زاده سومالیایی با چارقدش میره تو مجلس، ولی این جمهوری اسلامیه که به مردم تحمیل میکنه. ایشون نیاز به درمان داره. حالا گیرم که جنیفر لوپز رو چادر سرش کردیم، مدونا رو چه کار کنیم؟ آقای براتی، واقعا کمتر از یک دقیقه به عنوان یک استاد دانشگاه، اینجا چه سوال جنبی هست. شما وقتی این صحبت ها رو میشنوید و میشنوید که ایشون استاد دانشگاه بوده و هست، به ما چه خواهید گفت؟ یعنی تصور میکنید دانشگاه ایران به چه روزی افتادن؟ واقعا استاد دانشگاه بودن رو لازم نداره، ولی خب ایشون عباسی به عنوان یکی از نظریه پردازان مرکزی جمهوری اسلامی است. وقتی که نظریه پردازیش به اینجا میرسه که شما نشان دادید، دیگر بایستی که گفت این هم یکی از در علائم دیگر فروپاشی است که ما بهش رسیدیم با مدرک و سند. بله، علائم ظهور، از علائم ظهوره، علائم ظهور هم میتونه باشه و در دانشگاه میشون علاوه بر تدریس در سخنرانی های متعددی هم داشته. سپاسگزار هستیم آقای علیرضا نوری‌زاده در استودیو مرکزی ایران فرد. دلپذیر بود در خدمت. با سپاس از محبت شما، همچنین همراه شما و آقای براتی بودن. با سپاس از شما آقای براتی عزیز در آلمان. به اتفاق همکارانم امین عزیز، امین گرامی، تهیه کننده، علی عزیز کارگردان فنی برنامه، رضای گرامی مسئول دوربین ها، هومن عزیز مسئول استودیو و مسئول پخش برنامه ها، پومن گرامی و عزیز دستیار فنی استودیو و پخش، برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم. همچنین قدرت گرامی ما مسئول تدارکات برنامه، روزگار خوشی رو آرزو میکنیم با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. تندرستیتان پایدار، روزگارتان همواره سرشار از شادی باد. ایران هرگز نخواهد مرد.